رفتگان رفتند و مردگان خاموشند و برای من صدای ماندگان معدودی که یافتم صدای همه آوارگان لهستانی بود که به ایران آورده شدند. Пришла война из родинной хаты, силом Святко выгнал. В Ясно понес я священный рищ, с троском в сердце тяжко было исть. Овца ночи над ним расшумяла, овцы пахняли кряты. Миконам بیشتر سه نقطه به خصوص ملی ایرانیان هست که فوق‌العاده مورد توجه لهستانیان شده. مهمون نوازی، مهربانی و انسانیت. تا رسیدیم فکر میکنم تا قزوین دیگر انگاد پر مردم وایسادن، انگاد خوشحال، مثل که خوشحال که میتونن ما رو گدا گرسنه بعد از جنگ که میتونن پذیرایی بکنن.
ببینم دیشب اون برنامه تلویزیونی رو دیدی بعد اخبار؟ بعد از اون سریال تکراری بود؟ نه یه فیلم مستند بود. راجع به آوارای لهستانی که بعد از جنگ آوردن به ایران. چند تیکش رو نشون دادم. خیلی جالب. ما یک تلویزیون سیاسفی داریم اونم باز آنتنش انداخت. خیال راحت. قربان رسی راجع به داروهایی که به تهران لیست داده بودیم برای ما تهیه بکنن خبر نشده؟ شما ندیدین اون فیلمو؟ نه ندیدم. چرا اتفاقا دارو حاضره؟ امروز صبح تلفن کرده بودن که بیایم ببریم. شما این سری که داری میری تهران سعی کن دارو رو با خودت بیاری. به قدری بیار که برای یک سالمون کافی باشه. نامه‌شو بنویسین چشم کن. چند قلم جنس دیگه هم هست که تا آخر هفته باید ببرم تهران. باش. کجا میره بابا؟ همچون میریم کجا میره بابا؟ میرم بالا تحتیل نداره بابا؟ مگه اون هرشا تمرین نمی کنن؟ اوه چرا بابا؟ میریم بالا در سراس ما متشکرم. زهرمار؟ فکر کردم رو سنم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ کیف کردم، اینا میگن آنه بشه اومدن احمد رو بکنشتن، سالونه تونته! تون! بانی عزیزم، این قراره یک صحنه کمدی باشه وقتی تو اینطوری میگه تو صحنه خب مردم خوابشون میبره یه دفعه دیگه سلام. سلام چطوری؟ خوب. گرفتاری؟ کاری داری؟ پنج داری. امیشه، میشه، موزه، شطر مرده، چپ و خروس و موشه، توی دلم خروشه، هرکی که سر نداره، از ما خبر نداره. دل میگه این برش کن، سر میگه اون برش کن، دل میگه این برش کن، سر میگه اون برش کن، بابا ولش کن و ولش کن. بچه ها ده دقیقه استراحت میکنم لطفا زیاد این برون بر نرید سر ده دقیقه همه تو سالن باشه بابا قرار بود برای ما هنرپیشگی کنه بعد چی شد؟ فعلا میخوام با یه کارگردان دیگه بریزم رو هم ببینم دیشب بعد اخبار اون فیلم از تلویزیون دیدی؟ بعد از اخبار؟ آره اون چند تیکه فیلم مستند رو میگی؟ جریان آبارهای لهستانی زمان جنگ؟ آره آره اتفاقا یاد تو کردم خودت گفتی که مادرت اصلا آبارهای لهستانی بوده آره ماجرایی بود راجب کشتن فامیلا تو اردوگاه چه میگفتی میخوای راجبش کتاب بنویسی؟ آره درسته و به همین دلیل خیلی برام مهمه که بدونم این فیلمو کی ساخته ببینم کارگردان شده نمیشناسی؟ نه خودم نمیشناسم اما میشه هر بچه تلویزیون پرسی الو بفرمایید. نخیر آقا عوضیه اینجا تلویزیون نیست. بله؟ چی عوضی فهمیدم؟ شما شماره اینجا را تلویزیون گرفتین؟ این پلان نگه دار. مرسی. آها بله میفهمم بله. بله پریشب چند قسمت شد تلویزیون نشون داد.
خیلی ممنونم. بله درسته، خودم هستم. بله. ای بابا، شما از بندر انزلی زنگ میزنید؟ لطف دارید، متشکرم. بله. ده. این پلن رو نگاه کن. شما خودتون لهستانی هستین؟ مادرتون. بله میفهمم. خدا رحمتش میکنه. البته خیلی خوشحال میشم. شما کی میان تهران؟ این هفته؟ منم سرم شلوغه. هفته دیگه خوبه. نه. مثلا دوشنبه آینده ساعت 5 عالیه. آقای ببخشید اسمتون؟ سهراب. همون سهراب کافیه؟ نشونی اینجا سر راسته. سیگارا چنده؟ بیو بکی من یه دونه بده. اهل کجایی پدر؟ اهل هیچ جا، حواره ای تهران کنی خیابون. پس تو هم مثل منی؟ منم مثل تو اهل هیچ جا نیستم. خدا حافظ بده. تو که بوده این درده داره که شما اسب سواری بلدین؟ اسب سواری که نه، اما اگه دوچرخه موتور هرچی باشه اشکالی نداره. خیلی ممنون، خدا ازشون. آقای ناصر مسجی؟ سلام. منتظر باشید. اما من اومدم اینجا چون منظورم این است که همین آقایی که منتظرم با همون منظور شما اومدم. بفرمایید، جا بنزی کافی هست، برقتون پر کنید، زیاد طول نمیکشه. سلام. شما اسب سواری هم بلدین؟ آقای کارگردان تو کدوم اتاق؟ توی اون اتاق هستم. اجازه بفرمایید.
چه خبرت روانی؟ ای بابا منظرت مخوام چیه؟ آقا شما عکاسی؟ نه خیر بابا، عکاس نیستم. خیلی ممنون. خواهش بکنم. آقا جدن معرکه بود. خواهش. حتما بهتون اطلاع میدم. متشکرم. قربان شما. خداحافظ. خانم شما معذرت میخوام. اگه عملیات آکروباسی و کاراته چاشنی اسب سواری بکنیم جالبتر نمیشه؟ خیلی ممنون. همون اسب سواری کافیه. بهتون اطلاع میدیم. قربان شما. خداحافظ. متشکرم. قربان شما. خداحافظ. سلام. من سهراب هستم. سلام. الان نوبتتون میشه، بفرمایید. هفته گذشته از بندر انزلی تلفن کردن. امروز قرار گذاشتیم راجع به اون فیلم لهستانی. یادم اومد. قرار اون امروز بود؟ بله. آقا جدن معذرت میخوام، ببخشید. چند دقیقه صبر بکنید، 4-5 عکس دیگه مونده. بفرمایید، فقط 10 دقیقه، بفرمایید. این یه سکانس هم تمام شد. اگه 5 دقیقه بیای نگاه کنی، من میتونم برم سر سکانس بعد. تو این چند تا عکس بگیر که این آقای معطل نشن، من تو اتاق مونتاژم. فقط 10 دقیقه، ببخشید. نفر بعدی خواهش میکنم. از این پسر چند تا تصویر گذاشتم. فکر کردم بهتر میشه. خوبه؟ اول آواره های لهستانی، حالا هم آواره های افغانی. فیلم بعدی راجع به کدوم آواره هاست؟ مادرم خواهر بزرگتر بود. با پدر و مادرش به شرق لهستان رفته بودن که جنگ شروع شد و لهستان رو نصف کرد. و بعدش هم ماجرای بردن به سیبری، اردوگاه کار و بالاخره آوردن اونها به ایران. حیف شد که من فیلم لهستانی ها رو تموم کردم. وگرنه حتما داستان زندگی مادر شما رو توی فیلم می‌گذاشتم. میخوام اول این نامه رو پیدا بکنم. شما باید حتما اون رو ببینید. خیلی جالبه. خب حتما وقت مادرتون به ایران آمد، مثل خیلی از زنهای لهستانی دیگه یه شوهر خوب ایرانی پیدا کرد و همینجا موندگار شد، نه؟ بله همینطوره. اما پدرم ایرانی نبود، اصلا یونانی بود. بله متشکرم. دیمیتریادیس. چی؟ فامیل اصلی منم همینه، دیمیتریادیس. دیمیتریادیس تو لاله‌زار یه مغازه کوچیک داشت، شیرینی و قهوه داغ و شیرکاکاو میدادن. اون روزا از پاتوقای خوب لاله‌زار بود. این عکس مادرمه. اینم پدر. اینم نامه، پیداش کردن. مادرم تا زنده بود برای پیدا کردن خانواده‌اش با تمام سازمان‌های صلیب سرخ دنیا مکاتبه می‌کرد و جواب نامه‌ها رو تو صندوق محکمی نگه می‌داشت. بعد از مرگش من این کار رو ادامه دادم. این هم فوتوکوپی جواب نامه‌هایی که از گوشه و کنار دنیا رسیده. اصل نامه هم تو همون صندوقه. این نامه درست قبل از مرگ مادرم از استرالیا برام رسیده. نویسنده یک پیرمرد لهستانی مقوم اونجاست که ظاهراً از دوستای پدر بزرگم. نامه به زبان لهستانیه. خودم نتونستم بخونمش. دادم برام ترجمهش کردن. میشه از سر بازیش کرد؟ خودم بهش وقت دادم، خیلی هم حرف میزنه. پس دیگه این سکانس رو نمیتونم تمومش کنم، خودتم باید باشی. مهم نیست،
دیگه دستش نزن. فردا که زودتر بیای جنگی کار میکنیم. تموم میشه. ببخشید. خواهش میکنم. درباره نامه میگفتم. نوشته دو روز بعد از رفتن مادرم به شرق دهستان مامورین گشتاپو به خونه پدر بزرگم میان و همه اونا رو با خودشون میبرن، یعنی پدر بزرگ و دایی و خاله‌های من. یه نامه دیگه هم اومده که بعدها خاله بزرگترم رو توی آشویت دیدن و او تعریف کرده که خواهر و برادر کوچکترش میخواستن فرار کنن که مامورین گشتاپو به طرفشون تیراندازی کردن. خالم که توی کامیون بوده نتونسته ببینه که تیر به اونا خورده. به هر حال مادرم میگفت که حتما همشونو کردن توی حموم گاز. اما برای من نکته همینجاست. از کجا معلومه که تیر به اونا خورده باشه؟ یا اینکه مثلا مردم نجاتشون نداده باشن؟ هر دو یا یکیشون رو. اما تا حالا شاهد عینی پیدا نشده که اونها رو توی اردوگاه دیده باشه. خب حالا اگه قبول بکنیم که یکی یا هر دوی اونا زنده مونده باشن، معنیش اینه که هنوز توی این دنیا آدمی وجود داره که با من همخونه، یعنی اصل و نسبش با من یکیه. تا جای من نباشی نمیدونین چی دارم میگم. ببینین وقتی ریشه درخت رو بسوزونن درخت میخشکه. خب آدم هم همینطورن. وقتی اصل و نسبش رو نابود بکنی، وقتی ریشه رو بسوزونی، کار تمومه. میدونین چی دارم میگم؟ بله متوجهم. خیلی جالبه. به همین دلیل فیلم شما اینقدر برای من اهمیت داره. من باید اونو کامل ببینم. میتونیم به من قول بدیم؟ ای بروری آلی جلال صاحبی ام الکتاب و مالک حوض شراب ای رحمتا للعالم هم شافی. نگاه کن یارو با چه حوصله به سازمان‌های سلیقه‌ساز همه دنیا نامه نوشته که فامیل مادرش رو پیدا بکنه. می‌بینی؟ نگاه اول همه لهستان، چکسلواکی، اتریش، آمریکا، فرانسه، سوئیس، هلند، نروژ، سوئد، بلژیک، انگلیس، اسپانیا، ایسلند. میخوای بری کارگری کجا؟ معلوم نیست. معلومه که تهران. ما اصلا میدونیم ایسلند کجای دنیاست؟ خانواده‌ات هم اینجا؟ فعلا همه هم بهش پاسخ منفی دادن. این یکی رو ببین. از اتریش چی براش نوشتن؟ اطلاعیه‌ای که چندین بار از رادیوی وین درباره منصوبین شما، درباره منصوبین و گمشده شما پخش کردیم، متاسفانه تا کنون هیچ گونه نتیجه مثبتی نداشته است. فکرشو بکن. 40 سال پیش ماجرا هرچی بوده تموم شده. گوشت و پوست و استخون مرده‌ها خاک شده، ولی یارو هنوز ولکن نیست. هنوز داره دنبال فامیلاش میگرده. اون روز خودش حرف خوبی میزد. میگفت آدم مثل درخت میمونه. وقتی اصل و نسبش رو نابود کنی، مثل اینه که ریشه درخت رو بسوزونی. هر دو میخشکن. کار هر دو تمومه. هر کار باشه اما رو کوری خزدینی دگر دگر رو کنشان فردی مون. هر کجا میاد؟ ازی با. هر کلو با. ازی با. اسمش چی؟ امیر بابا. آها. دل بچم داری؟ آه. کجا؟ برابا ما دستی و دل شاقیم. Whoa! Whoa!
ولایت ولایت نه دیدی اکسو؟ نه نه شد بچه های آواره لهستانی توی اسفان 40 سال پیش نوه داری؟ بچه ها بچه دارن؟ نه دارم نه شما اسم چیه؟ توکل از کجا میاد؟ از افغانستان سن. افغانستان کدوم شهر؟ ببین بابا چیکار؟ خیلی معذرت میخوام اما داره موضوع جالب میشه این عکس میشناسی؟ این عکس آنو نیست؟ توی فیلم لهستانی هم چند تا عکس مثل این از جوانیاش گذاشته بودی؟ درسته خودشه عکس آنا توی آلبوم مادر سهراب یعنی این دوتا با هم خیلی رفیق بودن یعنی آنا باید راجع به مادر سهراب خیلی چیزا بدونه حرفه جالبیه مثل خود زندگی همه آدم ها توش بازی میکنن اما مجبورن قضیه رو جدی بگیرن تو انزلی رفیق تئاتری زیاد دارم اما دفعه اولی بود که میرفتم سراغ یک کارگردان سینما گفتی کی میری انزلی؟ فردا صبح کی دوباره میای تهران؟ بستگی به کارا داره شاید یک ماه دیگه به هر حال تونستم راضیش بکنم دفعه دیگه که میام تهران فیلمشو کامل بهم نشون بده خیلی مونده جا بیافته خلاصه اول فکر کرد میخوام اون عربشه بشه اصلا یادش رفته که با من قرار گذاشته بعدن موضوع براش جالب شد گفت اگه زودتر به سراغش رفته بودم زندگی مادرمو تو فیلمش جا میداد آلبوم های عکس مادر رو گذاشتم پیشش تماشا بکنه رضا این دفعه که برم تهران حتما میرم سراغش تمومش کن اون که دیگه فیلم لهستانیاشو تموم کرد آلبومای مادرت به چه دردش میخوره هیچی همینجوری گفتم شاید سرنخی دستم بیاد خود آلبومام بهانه‌ای که دوباره برم سراغش شاید هم تو فیلم تازه یه نقشی به من بده بچه ما رو تحویل نمیگیره منوزه میخوای هنرپیشه بشی؟ آره معذرت نه نه تو این صحنه حرکات باز خیلی خشن باشه مقصد تو که حمله میکنی؟ باشه خداحافظ به نظر من مشکل بشر اینه که همیشه یک نسل طول میکشه تا آدم ها به خطایی که پدرانشون مرتکب شدن پی ببرن حداقل یک نسل یعنی وقتی همه چیز خراب شد و دیگه جبران اون خطا ممکن نیست این حرف من نیست یک فیلسوف لهستانی وقتی که جنگ اول جهانی تموم شد اینو نوشت اونا هم درد و تا مغز و استخونشون حس کرده بود شما این زن میشناسی؟ بله بله آناس جوونیاشه توی اون قسمت از فیلم که از تلویزیونم پخش شد دیدمش
اقلا 20 ساله که ازش خبری ندارم. خیلی با مادرم دوست بود. اما به دلیل یه اختلاف که بینشون پیش اومد دیگه هم دیگر رو ندیدن. اون حتما حالا دیگه منو نمیشناسه. چون اون وقتا 10-11 سالم بیشتر نبود. اما من خوب میشناسمش. گرچه حالا حتما خیلی پیر شده. پس باید این شب که با هم قرار میذاریم اونم دعوت کنم. پیرزن خیلی خوبیه. همون شبی که قرار فیلمو ببینیم. حتما اونم خیلی خوشحال میشه. من 3 مرتبه فیلمو بهش نشون دادم. هر دفعه زار زار گریه میکنه. خب حقم داره. آخر فیلم با پسرش یک مصاحبه میکنم. پسر موقع فیلم برداری حدود 21-22 سالش بود. 26 سالگی با داشتن زن و یک بچه سکته کرد و مرد. گفتن به دلیل اعتیاد بود. باید این مصاحبه رو ببینی. درست خلاف نظرت. یعنی خلاف نظر اون فیلسوف لهستانی رو ثابت میکنه. یعنی ثابت میکنه که نسل‌های بعدی نه تنها به خطاهای پدرانشون پی نمیبرن بلکه سعی میکنن هرچه زودتر اون خطاها رو فراموش بکنن. و ریشه تکرار همه فجایع تاریخ همینجاست. ریشه همه فجایع در بی‌ریشگیه. وقتی آدم ها ندونن پدرشون کیه، پدر بزرگشون کیه، به هیچ جا بند نیستن. این تیرهای قدیمی چراغ برق رو دیدین؟ تنه درختن. خیلی هم صاف و محکم. اما ریشه ندارن. به زور بندشون کردن تو زمین. مردن. با هم دعا کنیم. با هم دعا کنیم که هرگز دیگر ملتی از سرزمینش آواره نشود. در نقاط مختلف تهران و شهرهای دیگر ایران اردوگاه‌های مجهزی برای پذیرایی از آوارگان لهستانی برپا شده بود. در اردوگاه‌ها اغلب پدران و مادران و فرزندان و اعضای خانواده‌هایی که طی ایام دربدری یکدیگر را گم کرده بودند همراه می‌یافتند. ورود به ایران برایشان پنجره‌ای کوچک بود که دوباره به زندگی باز می‌شد. شما دفعه اول کجا با مادرم آشنا شدید؟ درست یادم نیست، اما فکر میکنم که تو کمپ سوم نمره 3 که برای مردم لهستانی ایران حاضر کرد در تهران، همونجا اول بار دیدم اونا. یادم نیست، فکر میکنم شاید زودتر بلا رو دیدم تو کشتی که با هم می اومدیم از طرف روسیه به ایران. اما خوب خوب با بلا آشنا شدم تو پولیش آرت استودیو در تهران، چون اونجا با هم کار میکردیم. کار من هنری بود، کار دستی. درست میکردیم عروسک ها جور به جور، با لباس ها قشنگ فولکلوری ها. بله؟ جاش کجا بود؟ جا بوده تو لاله‌زار نو. و آباجورها، گلدوزی، کشنگ و کار دستی دیگه. روبروی همون پولیشارت ستودیو یک مرد موسن یونانی یک مغازه داشت که شیرینی میفروخت، چای، کافه، کاکاو با هم میداد. خلاصه
یک روز صبح زود بلا اومده به کار تو پولیش آرت استودیو به من یواشکی میگه میدون چی؟ من عروسی میکنم. تعجب کردم. پرسیدم با کی؟ چطور؟ میگه با همون مرد پیره که روبروی در یونانی در مغازه شیرینی فروشم هم میخوردیم اونجا با کافه. خیلی تعجب کردم. گفتم بلا مگر میشه شما که یک دختر جوونه این که پیره مرده به پدر میتونه شما باشه نه که شوهر. بله پدرم خیلی سنش از مادرم بیشتر بود. راست میگی جای پدرش بود. دائمه میخواست مادرم رو تربیت کنه. خیلی خشن بود. گاهی هم کتکش میزد تا آخر عمرش. برای همینم همیشه ازش دلخور بودم. هیچ پیوندی باهاش احساس نمی‌کردم. همه چیز من مادرم بود. سرنوشت مادرم و خانواده‌اش یه عمر منو به خودش مشغول کرده. حتما براتون گفته که چطور یه روز صبح مامورای گشتاپو رفتن در خونه‌شون. حوادثی که برای مادر زمان جنگ پیش آمده بود بله. فکر کردی؟ تا حد کمی. زیاد نه. زیاد نه؟ نه. هیچ وقت نشستی باهاش صحبت بکنی؟ نه. نه؟ برات مهم نبود؟ نه. اصلا؟ اصلا. چرا؟ چون یه چیزی بود گذشته بود دیگه. فکر میکنی مادر خیلی سخت کشیده؟ بله. خب الان تو رو داره نه؟ بله. سخت؟ سعی میکنی سختی رو جبران بشه؟ بله. چجوری؟ با تعویض رویه خودم. یعنی چون؟ یعنی اون عادات، اون رفتاری که قبلا داشتم سعی میکنم عوض کنم، چون اون رفتاری که قبلا داشتم باعث میشد که مادرم یه مقدار ناراحتی براش ایجاد بشه. چهار سال پس از آخرین مصاحبه من، غلام رضا پسر خانم آنا سکته کرد و مرد. دیگر ندارم پسر، پسر من مرد. این دختر دختر غلام رضا حتما باید بیان شمال. چه منتظر باشم؟ گل میدم حتما بیان. سال هر قصد میخوام برم قبرستان الهیستانیا شام باشم. خدا حافظ. شب بخیر. شب بخیر. آنا خانم برسونم. نه خیلی ممنونم. مرسی شما. شب بخیر. خدا حافظ. شب بخیر. یک چیز مهمه میخوام برای شما بگم. همین الان؟ نه نه حالا دیگه. خب فردا. نه فردا نمیشه. چون من گل دادم به نوه که اونو ببرم فرفر. چی بهتر از این؟ من میبرمتون. اون نیاز داره بدونه که هنوز تو این دنیا کسی هست که باهاش نسبتی داره. میخواد با پیدا کردن فامیلاش در واقع خودش رو پیدا کنه. در واقع میخواد هویت خودش رو پیدا کنه. میخواد کیه خودش رو پیدا کنه؟ هویت. یعنی میخواد بدونه که کیه. سهراب اصلا اون کسی نیست که خودش فکر میکنه هست. آنا خانم فکر میکردم تی این سی سی اسا دیگه فارسی رو خوب یاد گرفتی. اما امشب من که سر درم یارم چی داری میگی؟ خیلی هم خوب دارم. سهراب فکر میکنه پسر بلاست. با اون فکرش خودش گرفتار کرده. واقعیت یک چیز دیگر بود. بلا هیچ وقت به تو دار نشد. چی؟ هیچ وقت.
هستم که روبروی کارگاه هنری لفستانی تو خیابون لاله‌زار یک مغازه بود، کافه و شیر کاکائو می‌فروخت. صاحب یک مرد یونانی بود، خیلی سنش از بلا بیشتر بود، اما یک روز بلا گفت میخواد زن اون مرد یونانی بشه. هیچ از او خوشش نمی آمد، اما چاره ای هم نداشت، توی دنیا تنها بود. از اون به بعد با شوهرش توی مغازه کار میکرد. چند سال که گذشت معلوم شد با هم بچه دار نمیشن. شاید بلا توی سیبری صدمه دیده بود، شاید هم تقصیر شوهرش بود، معلوم نشد. اون وقتا یک زنی بود که توی بیمارستان لهستانی ها کار میکرد. اسمش الماس بود. هفته یکی دو روز برای نظافت به منزل من میومد، منزل دوستم هم میرفت. شوهرش اهل جنوب بود، اونجا توی مدن کار میکرد و سالی یک دو دفعه میومد تهران. یک روز فهمیدیم که الماس حامله شده. همش گریه میکرد و میگفت پول نداره بچه رو نگردن. بدتر از همه این که قبل از این که بچه دنیا بیاد خبر رسید که شوهر الماس توی مدن کشته شده. یکی از دوستان من و بلا اسمش روزا بود. روزا 20 سال پیش رفت امریکا. خودش روزا میدونست چگر بلا عاشق بچه است. یک روز به الماس گفت که وقتی بچهش دنیا اومد میتونه اونو به خانواده خوبی بده، به شرط این که دیگه هیچ وقت دنبالش نره. از ماهای آخر حملگیش دیگه الماس خونه نیومد. اما یک روز روزا به من گفت که باعث خوشبختی بلا شد. گفت که خودش به منزل الماس رفته و بچه رو که چند ماهه بوده به منزل بلا برده. می گفت که الماس زار زار گریه می کرده، اما او نگذاشته که بلا و الماس همدیگه رو بشناسن. برای این بدن الماس دیگه پسر رو نتونست پیدا کنه. ما باید موضوع رو به سهراب بگیم. اگه مادرش اینجاست، اگه مادرش ایرانیه، پس اون برای دنیا عقب چی میگرده؟ استاد سلام. آقا زنگ زدم برای امشب تشکر کنم. هنوز گیجم. دوستام چقدر از فیلم لذت بردم. دوربین پن میکنه به چپ. واقعا دستتون درد. سوارا به تاخت من تو دوربین. باشه؟ این قسمت خیلی باریکه که سوارا به دوربین نخوره. نه مهم نیستش. با پر دوربین کرن میاد پایین. اون مصاحبه که با پسر آنا کردین. واقعا دیوونم کرده. این همه بی تفاوتی برام وحشتناکه. من همون زیباندامه رو بیارم یکی سیگار بذارم. همون زیباندامه خوبه. ببین سوارش خوبه یا نه. امتحانش کن. از یکی از دوستام یه کتاب گرفتم. مرسی. خاطرات فرمانده‌های اردوگاه آشویتس. بعد از جنگ رو توی زندان نوشتم. می‌خواستم بعضی از قسمتاشو براتون بخونم. میخوام نظر بدین که میارزه به فارسی ترجمهش کنم یا نه. دست کم به 20 تا سوار دیگه نیاز دارین. من بهشون گفتم تا یه هفته دیگه همشون آمادن. خیلی خوب. خیلی خوبه. خیلی خوبه. میدونم. خیلی گرفتارین. کی کلید میزنین؟ مبارکه. باشه. هر وقت شما بگین. ساعت 7 خوبه؟ کیفیت تکنیکی عکس‌ها خوب نیست. نمیدونم توی چاپ چی در میاد. درسته، اما عکس‌های دیگه پیدا نکردم. به هر حال خیلی مهمه که این عکس‌ها توی کتاب چاپ بشه. خواننده کتاب باید این فضاها رو حس کنه، چهره این آدم‌ها رو ببینه.
این آشویتسه، حالا موزه شده. اینا پنجره‌های سلولای مرگی که تخته‌کوبی کرده بودن تا زندونیا نتونن بیرون رو تماشا کنن. اینم یکی از زندونیاست. عکس این آدمو نگاه بکنید. تحت فرماندهی این آدم هر روز تو اردوگاه آشویتس هزارها آدم رو میکشن، از بچه های شیرخوار تا پیرای 100 ساله، و میون اونا دانشمند و هنرمند و نابغه هم کم نبود. همه رو میکردن توی هموم گاز، بعدش هم یه قبر دست جمعی. تموم شد. روزی هزارها نفر تحت فرماندهی این آدم. حالا خودش کی بوده از توی کتاب ترجمه کردم براتون میخونم. پروفسور دکتر یوهان کرمر در رشته های فلسفه و ریاضیات و علوم طبیعی و بالاخره طب تحصیل کرد و به دریافت 2 درجه دکترا نائل شد. و این آدم خیلی دانشمند رو فرمانده آشویتس کرده. برای اینکه آزمایشای مثلا علمیشو در مورد قوانین توارث روی زندانیای بیچاره پیاده بکنه. ریاضیات بتونن به دنیا ثابت کنن که نژاد آریایی برترین نژاد هست. و این آقای پروفسور با همه سوادش نمیفهمید که وزیر تبلیغات نازی‌ها یعنی اون آقای گوبلز با اون قیافه و یک وجب قدش کوچکترین شباهتی به نژاد آریایی برتری که تبلیغش رو میکرد نداشت. آدمی با اون همه سواد موضوع به این سادگی رو نمیفهمید یا نمیخواست بفهمه. اینجاست که من وحشت میکنم و به همین دلیل فکر میکنم که حتما باید این کتاب برای آگاهی مردم ترجمه بشه. چو دوزی با شراغایت گزیده تر برد کالا. اینو از قدیم میدونستم. خطر جنایتکار آگاه از جنایتکار جاهل بیشتر. پس فایده آگاهی چیه؟ اگه قرار آدم دانشمند جنایتکار باشه همون جاهل بمونه بهتره. این یک بحث قدیمیه، خیلی قدیمی، اما به قول عطار گربرد رهی غرق به خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. به هر حال در جهر موندن مصیبت بارتر از لغزش در راه آگاهی. گرچه اصل این لغزش آدمایی مثل پروفسور دکتر کرمر باشن که تعدادشون هم طی تاریخ بشر کم نیست. به نظر من هیچ کدوم از ما در جستجوی واقعیت کاملا مطمئن قدم بر نمی‌داریم. اما به بهانه این شک نباید ایستاد. از بحث‌های فلسفی بگذریم. توی همین زندگی روزمره خودتو تو یک عمر به خیال خودت به دنبال واقعیتی میگردی و در واقعی بودن اونم شک نداری، در صورتی که بعقیده من جای شک زیاده. منظورتون رو نمیفهمم. توی کدوم واقعیت جای شک زیاده؟ بذار تا ثابت نشده که واقعیتی هست اسمش رو چیز دیگه بگذاریم. مثلا بگذاریم تصور یا خیال. چون وقتی از اول گفتیم واقعیت در تنگنا قرار میگیریم. استاد موضوع داره خیلی پیچیده میشه. نمیفهمم چی دارین میگین. ببین اصل موضوع خیلی ساده است. تمام عمرت یعنی بیش از 30 سال صحنه خاصی در همه لحظات زندگیت تعقیبت میکنه. صبح زود، هوای مهالود زمستونی در لهستان، گشتاپو در منزل پدر بزرگ تو میزنه، دو خاله جوون و دایی که پسر بچه کوچیکه با پدر بزرگ پیرمرد از خونه بیرون میان، دو تا از بچه ها شروع به دویدن میکنن، صدای تیر میاد، ولی معلوم نیست که کسی کشته میشه یا نه. بعد خبرشون از آشویتس میاد. شاید همشون رو کشته باشن، شاید یکیشون زنده مونده باشه یک گوشه از این دنیا و غیره.
ببین، اگر اسم این صحنه خاص رو از اول تصور یا خیال بگذاریم کارمون راحت تره. اون وقت میتونیم راجع به واقعی بودنش بدون پیش‌داوری تحقیق بکنیم. اما اگر فرض کنیم که این صحنه واقعا اتفاق افتاده، اون وقت امکان تجدید نظر خیلی کم تره. اون وقت ممکن از یک خیال یک واقعیت بسازیم و این واقعیت ساختگی همه عمر خودشو به زندگیمون تحمیل بکنه. استاد، اون ماجرای صبح مهالود و گشتاپو در لهستان تصور نیست، خیالم نیست، یک واقعیت محضه، یک فاجعه کاملا واقعی که خانواده منو نابود کرده. مادرم بارها و بارها اون از قول همسایه‌هایی که شاهد عینی ماجرا بودن برام تعریف کرده. اون وقت شما به سادگی میگین فرض کن تصوره، فرض کن خیاله؟ بله درسته، مادرت بارها و بارها همه لحظه های اون فاجعه رو برات تشریح کرده، اونم از قول همسایه ها. بله درسته، اونها پدر و برادر و خواهرهای اون زن بودن، ولی اون زن بعضی وقتا فکر میکنم که تو هرگز آینه خودت رو نگاه نمی‌کنی. چه ربطی به بحث ما داره؟ من اگه جای تو بودم با این خطوط چهره، با این رنگ پوست، با این موها، حتما به اینکه خون لهستانی در بدنم جریان داره شک میکردم. شما فراموش کردین که پدر من یونانیه. ولی او هم رنگ پوستش روشنه. او هم نمیتونه. میفهمی چی میخوام بگم؟ من چه از اول گفتم نمیفهمم چی میخوای بگی. اما از لابلای حرفت یک چیزی رو فهمیدم. تو میخوای به اصل موجودیت من شک کنی. تو میخوای تمام ریشه‌ای رو که تو زمین دارم قطع کنی. تو میخوای من از یک درخت زنده و بارور تبدیل به یک تیر چوبی کهنه و بی‌ریشه چراغ برق بشم. تو میخوای بگی من نیستم، فقط به دلیل رنگ پوست، رنگ مو، قوس ابرو، اندازه دماغ. چقدر احمقانه است. ببین چقدر احمقانه است وقتی که آدم‌ها در چارچوب تخصصشون گیر میکنند و خارج از اون چارچوب دیگه هیچ چیز برایشون قابل درک نیست. آقای کارگردان، کتاب‌های مربوط به ژنتیک، کتاب‌های مربوط به توارث پر از نمونه‌هایی که دقیقاً این قضیه رو تشریح میکنه، پر از نمونه‌هایی که توضیح میده چطور میشه من سیاه باشم اما مادرم سفید، چطور میشه موهای پدرم صاف و بلند باشه اما موهای من سیاه و مجعد. دانشمندا تمام این قضیه رو مو به مو تشریح کردن، اما من مطمئنم که تو حتی یه خط از اون رو نخوندی. ببین بیشتر از اون درگیر کارتی تا به این فکر بیفتی. همه زندگی شده فیلم، دوربین، گیشه، سینما، غیر از اون دیگه هیچ چی نمیدونی. من به تو اجازه نمیدم به من توهین بکنی. نگاه کن تو یه آینه چی میبینی؟ این قیافه لهستانیه؟ یونانیه؟ خب که نگاه کنی معلوم میشه کی شعور فهمیدن نداره. همون که گفتم، همه زندگی سینما نیست استاد، خیلی حرفای دیگه هم هست که میشه یاد گرفت. چند دقیقه مرتب بشه من افانو هست بیارم. بارو؟ یه اتفاقی رو رد میشه، چیزی نیست. پس بدم شکلات، میشنمو، بگیم. مادر منم میتونست که از اینا باشه. وقتی تو بندر پیادش کردن خیلی مریض بود،
آنا چند وقت نیومدی اینجا؟ خیلی وقت پیش. عجیبه. من فکر میکنم اگه جای شما بودم لااقل سالی یک بار اینجا سر میزدم. اما شما چی بگم؟ لابد خیلی واقعی فکر میکنه. انشاءالله روشن خونده شما. متشکرم. میدونی چرا؟ چون راحیات روی پوست خودم حس کردم. تو سیبیر بودم، تو این سرما سیبیری برادر رو از دست میدم. برادر رو مجبور بودم خودم زیر خاک رو بگذارم. بعد شوهرم از دست دادم. آخرش یه دونه برادره، یه دونه پسر رو که داشتم، یه دونه هم اون جلو چشم من مرد. همه زیر خاک رفتن. تنها موندم تو این دنیا. اما زنده موندم. چون زنده موندم باید راجب زندگی فکر میکنم، نه راجب مرگ. یعنی میگه آدم میتونه مرگ عزیزاشو فراموش بکنه؟ فراموش نمیکنه. به نبودنش عادت میکنه. پس چرا من عادت نمیکنم؟ یک عمر سرنوشت مادرم و فامیلاش توی ذهنم دنبالم میکنه. هر روز و هر لحظه با منه، حتی همین الان. Человек в мозгу своим coś sobie wyobrazi i wierzy mocno, że tak jest w istocie. Ale rzeczywistość mówi zupełnie coś innego. W rzeczywistości tak nie jest. Nie mi fami. Adam, darma jak ze chudyś, jak ci zebesa ze wachyli bawarni kuny te hamindziur has. Amo hajgat, jak ci ze diger miger. اما من چیزی رو توی ذهنم نساختم. فقط یک واقعیتی که اتفاق افتاده نمیتونم فراموش بکنم. مادرم و فامیلاش برای من هنوز زندن. کدوم مادر؟ کدوم فامیل؟ مثل که شما میخوای سر به سرم بذاری؟ نه، فقط میخوام کمک کنم که واقعیت رو ببینی. اون وقت دیگر به زنده ها فکر میکنی، نه به مرده. آنا خانم موافقی بریم سر یک بحث دیگه؟ چرا؟ مگر از شنیدن حقیقت میترسی؟ نه، نمیترسم. نمیترسم. از چی میخوام بترسم؟ Thank you.
الماس؟ آره میشناسمش. چشمش ناسوی شده بود، چند سال پیش بردنش خانه پیرا. سلام. بالاخره ایشونو گیر آوردیم. بله. ببینید که سواکار خیلی ماهریه. خیالمون میتونه راحت باشه. خیلی خوشحالم. مرسی. خیلی خوش اومدید. قربان شما. قول داده بودم که براتون یک نقش مناسب پیدا میکنم. خیلی ممنون. لباس تنشون کنید و نقش رو دقیقاً برای شهر بدید. زودتر. باشه چش. میخوام تا نور خوبه امروز از شهر تنه راحت شیم. حتما باشه. شما نقش یک قاصد رو بازی میکنید. از اونایی که مثل عقاب روی زین اسبش پرواز میکردن. مرسی. قربان شما. مثل عقاب براتون پرواز میکنم. متشکرم. خاطر جمع باشید. موفق باشید. مرسی. بفهم در خدمتتون هستم. خدافظ. سلام. سلام. این همه راه اومدم که معذرت بخوام. فکر میکنم اون شب خیلی زیادی رفتم. سیمام قطع کرده بود. میتونم بیام بالا؟ حتما. چطور تونستی اینجا منو پیدا کنی؟ چند بار به منزل و دفتر تلفن کردم کسی جواب نداد. امروز صبح با استودیو تماس گرفتم، گفتن مدیر تهیه‌تون برای بردن هنرپیشه به استودیو میاد. منم فوری خودم به استودیو رسوندم و با اونا اومدم اینجا. فقط برای اینکه معذرت بخوام. متشکرم. بد نیست این نقشم به تو بدم. خوب میتونی روی آدم‌ها اثر بذاری. این که آرزوی منه، منتها جرأت گفتنش رو نداشتم. مادرم خیلی وقتا که می‌خواست منو صدا بکنه به لهستانی میگفت بوازن، یعنی دلقه که کوچولو. روز سختی داشتین. خب کارمه. کار جالبیه. منم یه خبر جالب براتون دارم. بالاخره پری روز این نامه رسید. بعد از حداقل 30 سال جستجوی من و مادرم. نگاه کنین. فرستنده خانم یانکا اسمولن، سیدنی، استرالیا. هیچ فکرشو میکردین؟ اما من مطمئن بودم. مطمئن بودم که حداقل یکشون باید زنده مونده باشه. خدا برکت بده، خدا برکت بده. یادت رفت به مسجد، یه جناب. خدا برکت بده، همش در هم. خدا برکت بده، باریکلا. انارقنده، انار شیرینه، باریکلا. آقا از یک کنم ایز بکنم. سوادی سعدی کنه خودت خدا برکت بده. خدا برکت بده، بارک الله انارغان. خدا بده، خدا بده. چه یابا، چه یابا در خربوزه. اینا کافیه. دست دادن آقا. بری بنا. بابا بده. پیرمرد گفت اگر زنده باشه توی این خونه هست.
فکر میکنم گفتش هنوز یادم باشه. خب دیدم یک تیر چراغ برق قدیمی صاف و محکم اما بیریشه. سهراب پریروز به بهانه معذرت خواهی اومده بود سر صحنه فیلم برداری. معذرت برای چی؟ آخه چند وقتی پیش باز اومد و شروع کرد راجع به آشویتس و کشتن فامیلاش به صحبت کردن. منم حوصله‌ام سر رفت و تصمیم گرفتم که ماجرای مادرشو براش بگم. اما کارمون به دعوا کشید. حالا چرا اومده بود سر فیلم برداری معذرت بخوام؟ با یک تیر دورشون بود. میخواست سر صحنه باشه. فکر میکنم از فیلم و تئاتر و هنرپیشگی خوشش میاد. یه نامه هم از استرالیا براش رسیده بود. میگفت خاله کوچیکش پیدا شده. یک نامه از استرالیا اومد؟ پس بگذار رول یک دیوونه بازی کنم. خیلی بهش میاد. صدای نی به پشت خانه من الله و امید آمد جانانه من به امید آمد اگ نامیده برگشت الهی کور بشد و دیده ای منو. همیشه همینو میخونی زهر خانم؟ همیشه همینو میخونی. سلام. سلام خانم، خسته نباشید. بفرمایید. ما کمی میوه و شیرینی آوردیم. خیلی ممنون. لطف کنین بدین به دفتر بینشون تقسیم. متشکرم. مرسی. خانم اجازه میدی من خودم تقسیم میکنم؟ بله بله، هیچ اشکالی نداره. خواهش میکنم. شما میتونین شیرینی رو بهشون تعارف کنین؟ متشکرم. خواهش میکنم. جسمی هست. بفرمایید. خیلی ممنون خانم. مرسی. خانم ببخشید. اینجا یک زنی با اسم الماس هست. چشمش خوب نمیبینه. الماس؟ بله بله، خیلی وقت اینجاست. ولی چشمش دیگه اصلا نمیبینه. چند ساله؟ شما فامیلش هستی؟ فامیل که نه، ولی خب تو همین اتاق صداش میکنم. الماس؟ الماس خانم، برات مهمون اومده. شما بفرمایید پلوش، با اجازتون من تو دفتر کار کنم. سلام. سلام الماس خانم. ما رو پسرت فرستاده. پسرت همین که به روزا خانم دادی، یادت هست؟ پسرم؟ روزا خانم؟ پسرم که نذاشتن برام بمونه. نذاشتن. این هم نامه دوم خاله عزیزم یانکا اسمولن از استرالیا. دیروز رسید. این هم یک عکس دست جمعی. دختراش، پسراش، نواش. خیلی جوونه. نباید بیشتر از 60 سالش باشه. خیلی هم شبیه مادرمه. کمی لاغرتر. خب امیدوارم که بیشتر از چند ماه اینجا مزاحم اوقاتتون نباشم.
تا کار پاسپورت و ویزای استرالیا و فروش اساسی و چیزا تموم بشه بیشتر از چند ماه وقت نمیگیره. اگه پاسپورت نداری که خیلی بیشتر از اینو وقت میگیره. پاسپورت ایرانی که دارم. منظورم پاسپورت یونانیه. به خاطر پدرم راحت بهم میدن. فقط کافیه فامیلمو برگردونم به دیمیتریادیس. یعنی بشم یک یونانی اصیل. اون وقت دو روزه از یونان بهم ویزای استرالیا میدن. مثلا فامیلتو چی بذاری؟ یادت رفته؟ روز اول گفتم دیمیتریادیس فامیل اصلی پدرم. اون تا 5 سال پیش که ازدواج کردم رفتم شناسنامه‌مو به اسم زنم گرفتم. 9 ماه بعدم که جدا شدیم نام فامیلیش رو من موند. عمو اسم تو سخراب نبود. مادرت یک چیز دیگه میگفت. اسم تو یک اسم لهستانی بود. درسته. مادرم میگفت یانک. یعنی یان کوچولو. اما وقتی که مدرسه میرفتم دلم نمیخواست اسمم خارجی باشه. به همه گفتم اسمم سخرابه. چرا گفتم سهراب خودم هم نمیدونم ولی تو اون عالم بچگی احساس میکردم این اسم به من میاد. شاید چون سهراب هم مثل تو نمیدونست کیه. برای همینم به دست پدرش رستم کشته شد. این در مورد من صدق نمیکنه. من خوب میدونستم کی بودم. فقط احساس میکردم که ریشه هامو بریدن. مثل اون تیر چوبی چراغ برق قدیمی که ریشاش بریده شده. اما خب شاید خوب بدونه که یه روزی درختی زنده و شاداب و سرسبز بوده. انا؟ مرسی. این سهراب میتونه شاعر باشه. بله بذاریم برای تو شعر بگم. امسال وقتی بهار برسه از تن مرده تیر چراغ برق ریشه جوونه میزنه و تو خاک میره تا به آب برسه تا اون سوی دنیا، تا استرالیا، اون وقت تیر مرده چراغ برق دوباره زنده میشه، درخت میشه، برگ‌های سبزی میده که با نوازش نسیم بهار میرقصن. آفرین. بی خود نبود که مادرت بهت میگفت دلقک کوچولو. لهستانش چی میشه؟ بوازن. بوازن؟ بوازن به بچه هم میگم؟ وقتی ماسکاره بازی دارم یارم. راستی دلت میخواد قبل از اینکه بری استرالیا یک مرتبه برای تجربه توی تئاتر بازی کنی؟ نه نه شوخی نمیکنم. مثلا نقش یک دلقکو همون بوازن. آره بوازن. انا شما حتما خونه اون سالمندا رو بلدی نه؟ میدونی که کجا رو میگم؟ البته میدونم. شما خودت چند روز پیش البته 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 بلدین. مدت هست که میخوام برای این آدمای پیر تنها یک کاری بکنم. یک کاری که کمی زندگیشون رو از یک نواختی در بیاره. خوشحالشون کنه. مثلا میخوام براشون نمایش بذارم. یک نمایش کمدی. البته خودم توش بازی میکنم. تو میتونی بازی کنی؟ جدی میگم. یک نمایش مثل سیاه‌بازی راه میندازیم و هممون توش دلقک بازی در میاریم. من یه دلقک، تو یه دلقک، واسه چهار تا هنرپیشه دیگه. مهم نیست که ما چیکار بکنیم. مهم اینه که اون بیچاره‌ها کمی سرشون گرم بشه. البته یکی دو روز هم بیشتر تمرین نمیخواد آنها. چه فکر خوبی علیه. چرا زودتر به این فکر نرسیدی علیه؟ علیه علی. مثل اینکه موضوع داره خیلی جدی میشه. دست برداریم بابا. منو چه به این کارا. چرا چرا مگر ندیدی چقدر قشنگ دکلامه میکرد؟ چطوری؟ بهار تیر چراغ و برق ریشه دارم یاره. البته فقط توی استرالیا. حالا خوب میتونین به من بخندین. اما به خدا کارهای دنیا خیلی عجیبه. آدم خودش توی ایران اما یه روز یه نامه از استرالیا میاد و یه نفر براش میمیسه که من همونیم که یه عمر دنبالش میگشتی. آدم بدون این که دیده باشدش احساس میکنه که 30-35 سال باهاش زندگی کرده و شاید هزارها بار یک لحظه خاص زندگیش تو ذهنش تکرار کرده. یک صبح سرد مهالود لهستان گشتاپو در میزنه. پدر بزرگ و بچه ها میان دم در. دو خاله و یک دایی. صدای تیر میاد. همین الان میام بالا. یه لحظه این باره ببندم.
تلویزیون با ما نفروختین آقا. گفتم که حالش با آشناها دادم. پس اونو بشماریم. درسته دیگه؟ نه بشماریم مطمئن تره. متشکرم. قابار اگه نخواهی ما مشتریشو داریم یه برای شما کنه شد قابا به دردت میخوره همشو بردار فقط عکسشو بذار کنم این یکشو بذار برای خودم من تقریبا مطمئنم که یک اتفاق میفته و اونا همو میشناسن. شاید بهتر باشه همین جیب که بود بهش بگیم. حرف ما رو باور نمیکنه. همینطوری هم که به خودش اجازه نمیده موضوع رو باور بکنه. ما باید اونا رو مقابل هم قرار بدیم. من مطمئنم که یک اتفاق میفته. ببین آنا همه که نشستن و ما نمایشو شروع کردیم ما آماده ایم اعلان کنیم. منم آماده ام. من آماده هستم برای انجام وظیفه. خانم ها سلام، امیدوارم که حال همه تون خوب باشه. چه حتمانم خیلی خوبه نه؟ بله. امروز قرار ما برای شما یک نمایش بدیم. نه اشتباه کردم. قرار هممون توی یک نمایش بازی بکنیم. یک نمایش خنددار. خیلی خنددار. چی شده پدر جان؟ گوشم درد میکنه آقای دکتر. از کی جانه گوشه درد میکنه؟ الان یک هفته ها درد میکنه. گوشه سمت راست یا چپ؟ سمت چپم آقای دکتر. بزن معاینت کنم؟ آی گوشم. گوشم خیلی درد میکنه آقای دکتر. شما مطمئنین که اون آقا پسر الماسه؟ من هیچ شک ندارم. شما شک نکن. فقط برای من کمک بکن. باش. سلام علیکم. سلام. ده خانه تموم. بیا بالا، بیا بالا. تموم، تموم، خلاص شدی. اسمشو چی گذاشتن؟ سهراب. کافی هست وقتی امروز پالوتو اومد، صداش بزن سهراب. همه چیز روشن میشه. پاهاشو نگاه چرا یه جوریه پاها؟ امو جوری این گمونم رسیده برای که شست پاش کوتاهه یه جوریه. آخ حالا به قول ایشون نمره گرفتی؟ آخ با نمره چیه؟
نمره باز پول بدیم. پول ندارم. کمرو. بده یه پاشه بزنم بالا. آخ. بابا پاهمه چه بالا پایین میکنن. از کمرو. ما گرفتم. ما گرفتم. چی دیگه آخ. ایجاب کدیه. باسته بابا ما یه نفت کنه. بده سیخ میشینم. آخ. نگم که تو اسم چیشیه؟ باسته بابا. اسمم ما سیایه. اسمش مبارکه بابا. یا یا بیا به نظر بود آه. 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 دندون ندارم بکشن بابا زد دفعه گفتم این کمرم درد بکنم اصلا با دندونت کشیده بشه دندونت با آخ کمرم درد بکنم چه خبره؟ این چه مسخره بازیه شما از خودتون داره بردین؟ یک سال من از سالی مطب سوادم دست تو رفتم این کیه؟ این زیاریه چیده؟ مبارکه اسمش مبارکه خب بکنم پسرشون تو پدر مادرم داری؟ نه مادر نداری؟ مادرم نداری بس بابا خب گریهتون چیه؟ ایرانه نداره مبارک چون مادر نداری میتونی از بین این همه مادر یه مادر برای خودت از این همه مادر برو ببینم چیه بیا میخوای اینو به مادری قبول کنی؟ خوبه نه نمیشه از اونجا باز قبول کنی برو یکی برو زود باش همین خوبه برو ببینم برو یه من دلغکم نه مبارکم فرض کن پسرتم نه تو مادرمی بگو ببینم که چی دلت میخواد باشو بیم وسط بگو ببینم باشو بیا ببینم آره بیا بیا بالا ببینم بیا اینجا وایسا یا علی خب بگو ببینم چی دلت میخواد هاش سلو خودت نه مثلا چی دلت میخواد مثلا برکم میوه بیارم میوه بیارم چاش دیگه میوه کافیه کافی رفتم بیارم چی باشه میوه هرچی باشه هرچی دوست میرسه خوبه ای خب گر همه سنگ و گر همه چوبه چش حتما رفتم بیارم یه دفعه دیگه باشه خب حالا دیگه کی چی دلش میخواد؟ اینجا ایش کی چی دلش نمیخواد؟ مرهم دردش نمیخواد؟ کلید بختش نمیخواد؟ چرا نمیخواد؟ چرا نمیخواد؟ خوبم میخواد سیا سیا با من بیا مهمون تازه اومده سلام من مبارکم دلغکم فکر پسرتم یا اگه پسر نداری چه فرقی داره فکر تو مادرمی حالا به من بگو چی دلت میخواد چی دلم میخواد دلم میخواد تو پسرم باشی سهراب تو پسرمی مبارک مبارکه مبارک مبارکه زندگی سر تا سرش بازی و دوز و کلکه مبارک مبارکه مبارک مبارکه نکنه این پیر زن یا عمر تاج سرته مبارک مبارکه مبارک مبارکه نکنه این پیرزن مادرته این حرفا رو یادت دادن مسخره خفشین دلقک مادر تو اینجاست دلقک گوش کن بذار به تو بگم
ما چه میدونیم تو دکتری؟ بابا ما مجبند هستیم. عیب نداره علا برای یک نسرود یا بشیم ما دکتر. ما هم بشیم فقط دست دکتر. اگر مشتری آمد اگر پذیرایی بگر نرمه بده نرمه نرمه چه نرمه؟ Welcome aboard the Austrian Airlines flight number 949 to Vienna via Athens. Please fasten your seat belts, bring your seat backs to the upright position, and